ایرک رو خیلیاتون تو کامنتو درخواست داده بودین، گفته بودین آقا ایرک بذار، متیو بیم بذار. الان اومدیم ایرک و یکی از پرویو ترین ویدیوهاش هم اومدیم. ایرک میاد بیش از فکر کنم 100 تا بادیگارد استخدام میکنه، ولی خیلی پشمیزونه. یعنی تو فکر کن با 100 تا بادیگارد بری بیرون، چون رئیس جمهور با 100 تا بادیگارد نمیاد بیرون. این دوبله مال دوبله تیم آزاده و دم تیم آزاد گرد. تام هالند یه بادیگارد داره، بیلی آیلیش دوتا، خانواده کارداشیان 10 تا، رئیس جمهور آمریکا 20 تا بادیگارد. ببین گفتم حتی رئیس جمهور هم 100 تا بادیگارد داره، 20 تا بادیگارد داره. رئیس جمهور آمریکا 20 تا بادیگارد داره و من یه یوتیوبر 100 تا بادیگارد دارم و این اون چیزیه که قراره امروز ببینید. اگه بیاین جلو حسابتون رو میرسم. یوتیوبران، ستارگان اینترنتی مورد علاقه جهان. بعضیا یوتیوبرا رو الگو و بوس میدونن، اما من میگم باید فروتن باشن. وجود یوتیوبرایی که زندگی مجللی رو به نمایش میذارن و از شهرتشون سوء استفاده میکنن باعث شده همه چی از کنترل خارج بشه. و حالا اونا کجا دور هم جمع میشن تا بتونن محبوبیتشون رو ثابت کنن؟ ویدکان. اونجا طرفدارا و سازنده ها ملاقات میکنن و این حداقل برنامه است. بارها یوتیوبرها بزرگترین صحنه های اینترنت رو در این رویدادها ایجاد کردن، اما وظیفه من به عنوان بهترین یوتیوبر و خوشتیپ‌ترینشون بیشتر از هر یوتیوبری حت برای یه بار سعی میکنم همتایانم رو متوازنشون بدم. خیلی خوب، با یه بادیگارد شروع میکنیم. میخواد بره پوز بده، میخواد بره ویدکان همه رو جر بده با 100 تا بادیگارد. بزن بریم ایرک. هی پسر چطوری؟ بزرگم ای. احتمالاً حسنی رو همتون میشناسین، اون تو تموم ویدیوهایی که تا حالا ساختیم بادیگاردمون بوده. بیچاره اسممو نبر. من فکر کردم شوخی میگوزی، نمیذاره جمهور حسنی. حسنی به مکتب نمیرفت. بیچاره اسممو نبر. چی؟ اولین قدم برای فتح ماموریت امروزمون اینه که تا حد امکان مشهور به نظر برسیم. بنابراین من اولین محافظم آوردم که حسابی خرید کنم. هچ این مکه هشت تا خیلی قشنگ شدی. به نظرم خیلی گرون میاد. حال به همزنه. خب دیگه بیا بیرون. به نظر گرون میاد. عالی شدی. بهت قول میدم داری هم دروغ میگی. شبیه دلغکا شدی برادر رو. باید احساس کنم داری بهم راست میگی. عالی شدی. باشه باشه، به حسنی گفتیم هرچی میخوای بخر، میخوای ببینیم چی گرفته. وایسا 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 وایسا، این دقیقا همون لباسی که تنت بود. میتونستی هرچی میخوای بخری. آره. سیاپوست با رنگ سیاپوست بست بکنه. به لباست احساس خوبی دارم. به خوبی هم از همون محافظت میکنی، ممنونم. ولی به نظرم جای بعدی که داریم میریم دو تا بادیگارد نیاز داریم. کجا داریم میریم؟ خب داریم میریم به ساحل بدنسازا توی ونیز. خب بادیگارد شماره 2مون بانی هم اینجاست. بانی چه خبر عزیزم؟ کارا میکنی؟ تو ساحل بدنسازا مسلما یه باشگاه داریم اینجا. زمینای معروف بسکتبال و تنیس رو داریم. خب فعلا قراره با دو تا بادیگارد شروع کنیم، ولی در آخر ویدیو قراره 100 تا بادیگارد داشته باشیم. فکر کنم بردن 100 تا بادیگارد به ویدکان میتونه کمی ایجاد مزاحمت کنه. تو ایران این کارا بکنیم میان ما رو جمع میکنن برادر. خب فکر کنم بهترین راه برای گرم کردن خودمون این باشه که بدنسازا رو از تجهیزات باشگاه بندازیم کنار. خیلی هم چالشیه. خدای من دوباره شروع شد. خودشه. بچه‌ها میتونین نیمکت رو برام بگیرین؟ ای داداش چطوری؟ ما خیلی از این نیمکت خوشمون. داداشمون آدم معروفه. همینطوره. به نظرم خیلی خوب میشه اگه اینو از اینجا میشه این ستو تموم کنم. میشه این ستو تموم کنم. نه راستشو بخوای بعد ورزش کنم. پسر این مکالمه همیشه اذیتم میکنه. حتی به نظر نمیریسه که اینجا نیستی. ممنون پسر. خواهش میکنم. یه دیوونه ها رو نگاه. عالی بود. عالی بود. خوبه. او پسر این همون پرسه قدیمیه. اوه. خب من نمیخواستم اینجوری تابلو شم. اما من اینجوری دوست دارم. اوه اوه مردم دارن فیلم. کسی نگاه نکنه لطفاً. تماس چشمی نبینم ها. بابا با دو تا بازیگارد دیگه اونقدر ضایع نیست دیگه. آدم فکر کنه رفیقاشن دیگه، کی باور میکنه؟ نگاه می نگاه. تایلر همه کارا رو اونا دارن میکنن. منم دارم کمکشون میکنم. داداش اون پسره که داره اونجا تمرین میکنه، میخوام بدونم چیکار کنم. اون پسر است که پرستینه رو ازش گرفتیم، فکر نکنم بذاره. داداش خیلی آشنا به نظر میاد. قفیزه رو منه. آفرین، همینو میخوام. لازمش دارم. واسه چی؟ واسه گنده شدن، میخواد شبیه تو بشه. آره، تو رو. از این کارت پشیمون نمیشی. چقدرم بنده خدا مظلوم. خانم لطفاً لطفاً نه، فیلم نگیرید لطفاً. منم 5 دقیقه اونجا بودیم. حس میکنم هنوزم میتونیم ادامه بدیم. آره. پس بریم بسکتبال بازی کنیم. چون توپ با خودمون نیاوردیم، پس باید یه دونه از یه نفر بدوزیم. خب بچه‌ها از اونایی که اونجا توپ بسکتبالشون رو بگیرید. ببخشید مزاحمتون میشم، ولی یه آدم مهم اونجاست که توپ بسکتبالتون رو میخواد. مشخص از این موضوع خوشحال نشدم. 3-3 بزنید. 3-3 قبوله. پس تیمتون رو زود جمع کنین. نمیشه تو زمین مثل یه تیم بازنده به نظر بیاد. میدونی منظورم اینه که نذاریم بمون نزدیک شن، اینجوری میبریم. توپ انداختن بزنیدش. حله، گرفتم. خیلی خوب، توپ از من دور نگه دارید. اونو دورش کنید. بگیریدش، بگیریدش. بادیگاردا. آره ممنون. بده من. ممنونم. لازم بشه. خیلی خوب. پنجه دلو کیودم. ترکونی.
شدیم، موفق شدیم. عالی. منو تو. دفعه بعدی خوب تمرین کنید. شاید یه روزی مثل ماشی. این تو ایران بود به قرآن جنگ میشد. دلم میخواد جای اون یارو درس بکشم. دقیقاً همونجا. دقیقاً همون نقطه‌ای که اون یارو درس کشیده رو میگم. گل رز قرمز و بنفشه. از اینجا بلند شو برو اونور. خدایش دیگه این خیلی زاله است. از اینجا برم. آره. باشه دیگه. از اینجا استفاده کن. امریکام اسمت چیه؟ اسکات. خوشبختم اسکات. داشتم استراحت می‌کردم. بعدم میرم خونه. دوست داری دورم لشکری؟ اوکی باشه. اهل کجایی؟ انگار لهجه داری. استرالیا. اسکات تو فامیل نزدیک کریس همسورث نیستی؟ میشناسمش. میشناسیش؟ شخصا میشناسیش؟ آره. جدی؟ اسمش چیه؟ به عنوان تمرین بعدی بریم تنیس. داداش من عاشق تنیسه. از دیدنتون خوشبختم. دوست من خیلی معروفه. ما دیدیم که دارید تنیس بازی میکنید. اونو هم میخوان بازی کنن. با دوستم معروفو به ما دیدیم که دارید تنیس بازی میکنید. اونو هم میخوان بازی کنن. فقط باید از راکت های شما استفاده کنم. گورتو گم کن. بهم فوش نده. خودت خواستی با اون مدل حرف زدنت. ما از اینجا تکون نمیخوریم. نه بذار ببینم تو میفهمی؟ خودت میفهمی؟ نه اصلا هم بذارین ادامه بده. اصلا این کارو در میاره. اینجا سه تا زمین بازی هست که توصیه میکنم حتما برید. بهش بگو ما فقط میخوایم بازی کنیم. اون از اینجا نمیره. خیلی خوب الان به پلیس اطلاع میدم. او پسر بالاخره یه نفر پیوش دعوا بگیره. من منتظر همین بودم. دو تا بادیگارد حریف پلیسا نمیشن. دو تا بادیگارد کم فکر کنم فهمیدم مشکل کارمون چیه. پس او چه تری چه تصاده. شما پسر کار دیگه ای بجز یوتیوب هم انجام میدید؟ پس اتره به چشم تعریفش نگاه کنی. یه برنامه ریزی برای ساعت چای کردم که بعدش با 5 تا بادیگارد داریم گلف بزنیم. آره آره فکر کنم همینجا میخوام گلف بازی کنم. به نظر میرسه به اونا بیشتر از مادر خوش میگذره. به ما که نه اونقدر خوش نمیگذره. باید پسرای بدی باشی. وای وای شرمنده بچه‌ها باید از اینجا بری. ولی شما برای چی استخدام شدین مثلا؟ کسی از شما میتونه بهمون نشون بده چه جوری میشه گلف بازی کرد؟ کسی که مهارت خاصی توی نشون دادن یه ضربه خوب به اون داشته باشه؟ من که واقعا نمیدونم دارم جلوی اون بازی کنم. آره اسمت چیه؟ جودی. جودی و اون وقت مستقیم. آفرین جودی. آه حالا چی شد؟ چی گفتی؟ آره آره خوب بود. جودی من الان اون یکی رو میخوام. ببخشید ما یه جورایی سوراخ زمینتون رو نیاز داریم. گفتی چی میخوای؟ بهشون بگو میخوام اینجا گلف بازی کنم. میخواد اینجا بازی کنه. میگن زمینتون رو بدین بهشون. خودش حرف نمیزنه؟ نه نمیزنه. هی خوشتیپ کلابتو میدی به ما؟ اگه اونقدر پول داره میتونه یکی بخره. سنگ کاغذ قیچی میکنیم. شرمنده نمیشه. بهش بگو اگه سنگ کاغذ قیچی رو ازم ببره میتونه با ما عکس بندازه. میتونی باهاش عکس بگی. من اصلا نمیدونم این کی هست برام مهم. راز میاز یک طرف نمیدونه کیه. من اصلا نمیدونم این کی هست برام مهم. کارخونه هیوله ها رو دیدی؟ که چی؟ گلابیه رو میشناسی؟ بیشتر شبیه کاراکتر کارتون کوفته قلقلی هست. اصلا خنده دار نبود. نباید بهش بخندید. فکر کنم دلم میخواد اینجا رو یه گودال بازی کنم. همینجاست دیگه. گودال شماره 3. پاتر. پاتر. یه پات نشونمون میدی؟ فقط توپو بزن. وای. واو. میشه یکی اون توپو بندازه توش یکم روحی هم بچه. آره آره. ممنونم. قابلی نداشت. چیکار میکنی؟ فکر کنم وقتشه بریم پیست رانندگی. مردم لطفاً برگردین سر کارتون به ما توجه نکنید. اریک وولف، قهرمان 2007. تو اریک وولفی؟ آره. میشه چند تا چیز یادمون بدی؟ خب راستش من الان وسط کلاس درسم. بهش بگو به منم درس. آدم معروفی ها. میشه به ما هم درس بدی؟ نه. یعنی الان داری به ما میگی نه؟ میتونم اونو یاد بگیرم که رنگ سفید داره؟ میشه اینو برداریم. میخوای ضربه بزنی؟ اریک برام توصیه‌ای داری؟ قهرمان وولف، قهرمان مسابقات پی جی ای. قیافه اریکو دیدی؟ میخواست خفش کنه. ضربه خوبی زدم مگه نه؟ آره آره. تو میخوای امتحان کنی؟ آره آره. یه ذره چسبناکه. چی کارش میکنی اریک؟ چی تو نمیگی دانش سرویس؟ زینه میزه دیدی؟ نوشته خانواده جونو میکشم. رازمی چه قیافه ای داره میمی عصبیه. سرویس کنم. بی خیال. تایلر تو نمیخوای چوب اریکو امتحان کنی؟ به طرز عجیبی چسبناکه. این ایجاد مزاحمت ها. کار خودت باشه آقا. من میگی سرم به کار خودم باشه. من یه افسر پلیسم ها. تو نمیتونی به من بگی چی کار کنم. اینجا مال پدرمه. اینجا مال باباش آقا. اینجا مال باباش نیست. من بابا تو در میارم. این مردم رو امتحان میکنیم ببینیم میتونن جلوی همچین قدرت هایی بایستن یا نه. به هر حال ببخشید امیدوارم روز خوبی داشته باشین. بالاخره یکی جلومون بایستن. من بابا تو در میارم. بالاخره یه نفر با غیرت پیدا شد. من فکر میکنم تعداد 5 تا بادیگارد برامون کافی باشه. ولی با این وجود 10 تا بادیگارد خفن دیگه حدود 5 مایل و 30 دقیقه ما منتظرمونن. تا وقتی همه چیزو به دست نیاوردی متوقف نمیشی.
اگه بخوایم همه چی رو به خصوص عنوان جنجالی ترین در یوتیوب رو به دست بیاریم، به هر 100 تا بادیگاردمون نیاز داریم. اما اول اومدیم اینجا استدیو آنجل تا با 10 تا بادیگارد بریم یه مسابقه بیسبال رو ببینیم. هی پسر بیا اینجا، عجله کن، زود باشین، عجله کنین، بزن بریم، بزن بریم، بزن بریم. چند تا درخواست خفن دارم که اینجا مطرح میکنم. طبق حدسم یا اون چیزی که میخوایم میدن یا احتمالاً میندازنمون بیرون. خدایی مردم ترسیدن، این به شکست کامله. دیونه کننده است، مثل حمام خونه. ای چطوری دختر؟ شناختش. زیاد از ورودمون به استادیوم نگذشته بود که شما رفقا، طرفدارای من، ارتش من متوجه شدن که یه گروه عظیم از مردم دارن دنبال ما میان. چطورین بچه ها؟ چطوری؟ ولی واقعا صحنه عجیبی. فکر کنم نصفی از بادیگارده، آره در واقع نصفشون تو رو میشه. یکیشون بهم یه تیکه پیتزا داد که بخورم. در مورد پیتزا بهتون گفتم اگه تا آخر سال 10 میلیون سابسکرایبر بشیم بزرگترین پیتزای دنیا رو درست میکنیم. یه پیتزای گرد و خوشمزه. این تصویر شماتیکشه. این استادیوم گنجایششو نداره. و واقعا اون کارو کرد و بزرگترین ثبت تاریخ پیتزا رو کرد. احتمالاً قطرش حدود 46 متره. تمام کاری که باید بکنید اینه که استایس خودتون رو رزرو کنید. با سابسکرایب کردن که اصلاً هم کار سختی نیست. واقعا نیست. همین چنل رو سابسکرایب کنید، ما ویدیوهاشو میذاریم. ما رو باش داریم چه جوری بازی قدیمی رو ببینید. بازی بیسبال کلاسیک. برای دیدن این بازی فقط 10 تا بادیگارد. بری دقا. شاید بتونین حدس بزنین که اگه همه 100 تا بادیگاردی که دارم بیان چی میشه؟ براتون یه سورپرایز دارم. کی میتونه حدس بزنه که اون سورپرایز چیه؟ احتمالاً با بادیگاردای بیشتر. آره. چرا اینو میگی؟ چون ما جلوی اتوبوس ایستادیم. آره درست هستید. اینجا 40 تا بادیگارد دیگه داریم. 50 تا شد. وای خدایا ما اون قدم مهم نیستیم. بعد اینکه 50 تا بادیگارد رو جمع کردیم تا برای برنامه بعدی بهتر کنیم، باهاشون مصاحبه کردیم تا مطمئن بشیم که میتونن ازمون محافظت کنن. اسم چی؟ هاتری. اسم من بریزر پس. خب بریزن چه مهارتی داری؟ خب من تو دارک وب شکنجه‌گرم هستم. چی تو دارک وب شکنجه‌گره؟ خب حالا که تایید شد بادیگاردامون به اندازه بقیه بچه ها خشنن، تصمیم گرفتم که برم دیزنی ورلد و پشتیبانی رو هم با خودم ببرم. چرا باید تو دیزنی ورلد ازمون محافظت کنن؟ زیادی هم میتونی فکر ما جریانمون مثل ریورای رایان باشه. یعنی بچه‌ها چنگمون میزنن. آره. در واقع باید بادیگاردا رو با خودمون بیاریم. آره فکر خوبیه. خب مثل بررسی اسباب بازی رایان، ما هم با احتیاط وارد دیزنی لند شدیم. اما به محض اینکه وارد شدیم، بررسی اسباب بازی رایان، اگه واقعا هیچ کس به پلیس زنگ نمیزنه؟ برام سواله. کسی اصلا پشپاش نمیریزه؟ رفتم را باز کنی. اسم خیلی خجالت آوره. واقعا خجالت آوره. برفشو برام بر. ای نه درن سر مردم داد میزنن که عکس نگیر. همینجوری بگیر، همه تو بگیر. ما نهایتا یه عالم جمعیت رو جمع کردیم و با چند تا از طرفدارامون عکس انداختیم تا ببینیم ما رو به خاطر اون چیزی که سابقا بودین شناختن یا اینکه به خاطر دوستای جدیدمون ما رو کورکورانه قبول کردن. ما رو شناختین؟ نگهبان کهکشان. آره میدونم شما کی هستین. یادم رفته، به خدا یادم رفته، اما میشناسم. دروغ میگی، دو تا 50 تا قول بیابونی دیدی کنارش باهاش عکس گرفتی دیگه. آره خب نگهبانای واقعی، نگهبان اومدن، نمیتونن جلومون رو بگیرن. ببین تو نگهبانی، منم نگهبانم، بی خیال. برید. حسنی ام وی پی رو کامنت کنید، این من تقریبا به هر قیمتی از همون محافظت میکنه. داریم میریم سمت خروجی، میریم بیرون، انداختنمون بیرون. بچه ها واقعا ترکودین، بزنید بریم. دیگه هم داریم با همه یه 100 تا بادیگارد. نگاه کن ماشین بعدیمون دقیقا اونجا پارک شده. فقط یه ماشین علکی دراز برای 4 نفره. یه کلیپ از رئیس جمهور دیده بودم که دورش یه دسته بادیگارد اسکورتش کرده بودن. گفتم جالب میشه. دیروز با لباس مبدل رفتم ویتکانو دیدم و نسخه بدلی پیراهناشونو درست کردم تا راحت‌تر بتونیم وارد شیم. شما مثل پرسنل واقعی مراسم هستی. یعنی گول میزن مراسمو. شمایی که این لباسو دارین باید بین جمعیت راهو باز کنین. میتونم با صدای قشنگ حرف بزنم؟ یه بار بگو چجوری مثلا؟ آقای 20 اومده. آره خوبه. از اونجایی که نقشه اسباب بازی رایان توی دیزنی لند خوب پیش رفت. بررسی اسباب بازی رایان. فکر کردم با 100 تا بادیگارد بعدی بهتر خودم چهره مبدل آقای 20 رو داشته باشم. مثل 20. جیمی. سلام، چطوری هستی؟ من یه نقشه دارم که به اجازهت نیاز دارم. باشه. خب تمام صورتتو گیریم میشه. تمام ترکیبت. میدونی که چی میگم؟ خب نقشه من اینه که بگم من تو هم و ما یه شکل خواهیم بود و فقط وجهت و خراب. برو بابا، موافق نیستم، نمیتونم.
میدونی که انجامش میدم. باشه شکایت میکنم. تو واقعا فکر میکنی که اجازه میدن 100 نفر بیان با داخل؟ منو دوستان بازو میبینی اینجا. من که باورم تو ویدیوهای منو دیدی جیمی. آره خب این مهارت اصلی منه، یعنی جادوی منه. خود مستر بیست هم اجازه نمیدم با 100 تا بادیگارد بره تو. خب همه بادیگارد ها؟ خب میخوایم طوفان بپا کنیم و قراره برنده بشیم، درسته؟ نه بعدترین سخنرانی بود. آه باشه. حالا با چراغ سبز همه بادیگاردامو به راه انداختم و آماده شدم تا معروف ترین یوتیوبر تاریخ ویدکان باشم. داریم میریم ویدکان، نشون نشون میدیم رئیس کیه. بزن بریم. الان حدود 50 تا بادیگارد اطرافمونه و یه 50 تای دیگه هم آخر مسیره. اونا رو ببین. راستش الان خیلی عصبانی. دیگه دارم دیوونه میشم، واقعا دیوونه کننده است. اما وقتی کاری تا این حد احمقانه میکنی دیگه خنده دار میشه. قبول داری؟ چهره مستر بیست چرا جل کردی؟ همینجا داداش، باید پیاده شیم. آره فکر کنم همینجا خوبه، میتونیم پیاده شیم. آره میتونیم پیاده شیم. همینجا خوبه. همینجا خوبه. بازش بزن بریم. خیلی خوب بچه ها، برای نمایش شما دیم بزن بریم. برو اینا نگهبانه واقعی هن، خواه نشه ریل سیکوریتی، اینا پشماشون ریخته. مستر بیست داره وارد میشه، همه از سر رو برید کنار. وارد شدیم، وارد شدیم. میخوام همین الان از سر رو برید کنار. بزن بریم، همین طرف، همین طرف، وارد میشیم. هیچ کسی سوالی نپرسید. همه همین الان از سر رو برن کنار. این دیوونه کننده است. مستقیم به طرف در لطفا عکس اندازی. داریم میریم تو، داریم میریم تو، داریم میریم تو. برید کنار لطفا، برید کنار. آقا باشین، آقا باشین. داریم میریم. داخلیم، داخلیم، داخلیم. آه خدا کرد. برو کنار، برو. خدای من مستر بیست. این آزگاه فکر واقعا مستر بیسته. برو کنار مستر مستر بیست. واقعا جدی میگی؟ منم دوست داشتم دیدم اتون بچه ها. چطوری عزیزم؟ دارم وای خدای من مستر بیست. خدای من، خدای من. برو 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 برو. داریم حرکت میکنیم. برو 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 برو. بادیگاردو دقیقا این نقشه عمل میکردن. تقریبا همه توی ساختمون، حتی اون نگهبان حراست هم فکر کرده بود من واقعا مستر بیستم، ولی خیلی زود همه چی عوض شد. نه آه شما دوتا، تو هم باید بیای. ما اونیم، برای چی؟ اینجا چی کار میکنید؟ مسخره بازیه چیه؟ چون شما تیشرت سیاسی رو پوشیدین ولی کارمند اینجا نیست. من شخصا مساجر آقای دی هستم. سر به سلام نذاری. این آقا استایلمو نمیبینی؟ بیا اینجا ببینم. حرکت کن، حرکت کن. خیلی خوب. اصلا معلوم است دارین چیکار میکنین؟ چی شده؟ نمیشه آقا. باید منتظر باشیم تا پلیس بیاد اینجا. برای من که خوبه. برای من هر دویمون توسط پلیس بازجویی شدیم و به نظر میرسید که واقعا دستگیر شدیم. خب اتیکتاتونو بله بفهم. من اتیکتاتونو میگیرم چون دیگه حق ورود به ویتکان رو ندارم. اگه دوباره وارد بشین به جرم تجاوز به حریم دستگیر میشید. که فهمیدیم بعضی از پلیس‌ها در اصل اعضای مافیا بودن. سلام من گروبان گونزالس. شما اصلا یوتیوب دارید؟ ما رو میشناسید؟ آره. ها پارتی بازی شد. عضو تیم در اومدن. خوبه پس ما رو میشناسید. ویدیوی مورد علاقتون چیه؟ همین ویدیو. و ما آزاد شد. وای خدای من. داش خودمی. بعد از اینکه با موفقیت 100 تا بادیگارد و خودم رو وارد ویدکان کردم، کار اصلی ما تبدیل شدن به بزرگترین خودنمای یوتیوب بود که انجام شد. یوتیوبرا تموم شد. آره این فصلم بستیم، فکر کنم دیگه بس. من میرم. آقا من یه چیزی رو متوجه نشدم، این برای همیشه از ویدکان بند شد. ولی خلاصه خیلی ویدیو خفنی بود، چون اگر این اتفاق با 100 بادیگارد داخل ایران میافتاد به جرم شورش میرفتن داخل زندان اوین. اینو شورش بود. اگر خوشتون اومد لایک و سابسکرایب بتونن، ایرک هم به زودی بازم میره اگر خوشتون میاد.